اولین آسیبی که آدمی قبل از هر شکست میخوره این هستش که در درون در برابر پریشانی ها، جفاها، ترس ها، نگرانی هاش، ناامیدی هاش و حتی احساسات گناه و سرزنش ها زانو خم رو نیز بگیره و آنچه را که بر علیه خودش هست رو بپذیره. ایوب در اعترافی که میکنه در کتاب خودش، کتاب ایوب، میبینیم که قبل از شکست شکست رو پذیرفته. در کتاب ایوب 3:25-26 میخوانیم که اعلام میکنه: زیرا ترسی که از آن میترسیدم بر من واقع شد. یعنی قبل از این که بخواد اتفاقی بیفته، سرابهای نگرانی، سرابهای شکست ها رو نیز در ذهن خودش پرورونده بود. نویسنده ای میگه ترس ها چیزی بیشتر از تصویر ذهنی انسانی نیست. زیرا ترسی که از آن میترسیدم بر من واقع شد و آنچه از آن بیم داشتم بر من رسید. مطمئن و آرام نبودم، چرا که وقتی میترسیم آرامش ما به هم خواهد خورد و همین دلیلی میشه که تمرکز فکر کردن خوب، تمرکز تصمیم درست توی زندگی از ما گرفته میشه. مطمئن و آرام نبودم و راحت نداشتم و پریشانی بر من آمد. و همین پریشانی دلیلی خواهد شد که شخص به هیچ وجه از این به بعد در نگرش افکارش به پیروزی ها فکر نکنه، بلکه برعکس به تمام ترسا، به تمام دلایل شکست هاش فکر کنه. شاعری اعلام میکنه: در خیش میسازم تو را، در خیش ویران میکنم. میترسم از حرفی که باید گفت و پنهان میکنم. تمام افکار و دل و احساسات خودش رو نیز جلوه نیازهاش میبینه. اگر باور ما و عمل کرد ما همچون آنچه که ایوب گفت باشه، در کنار تمام تلاش ها، برنامه ریزی ها، علم، تجربیاتمون، دانش هامون نسبت به رسیدن به رویاهای شخصی و یا اهداف بزرگ فراگیر و جامع که همگی آن را برای رسیدن به یک زندگی خوب، زندگی سالم ایدئال میدونیم و مفید، چون در کوله بار من هنوز اون ترسا و نگرانی ها و تجربیات بد و صداهای منفی از بیرون و درون همچون اسباب زندگی من شدن، لوازم زندگی من هستن و مثل کوله باری بر پشت من قرار داره در طول زندگی، این نیز دلیلی خواهد شد که من به اون خواسته هام نرسم. و چه بسا به همین دلیل هستش که ما با واژه های همچون شانس، قسمت، بدشانسی، خوشبختی، بدبختی، ما با این واژه ها سر و کار داریم در طول زندگی و موقعیتی رو نیز در خودمون میبینیم که گویا با ما هیچ موقع پیروزی نخواهد بود. و این اعتماد رو ما هرگز نخواهیم داشت که بگیم یک سپر پیروزمندانه ما رو میخواد حفظ کنه. باز شاعری میگه: آنقدر میترسم از بیرحمی پاییز که ترس من را روز پایانی شهریور نداشتم. شهریور با اون گرماش، ولی اینقدر میگه از پاییز من میترسم که از اون شهریور گرما من اینقدر ترس ندارم. تمرکز نگرانی و ترس هامون کجا هست؟ همون جایی هستش که به ما آسیب میزنه.